بیننده های تلویزیون بامیان سلام، به دومین برنامه زیبایی های بامیان خوش آمدین. در این برنامه قرار است که ما یکی از ساعات تاریخی بامیان را به معرفی بگیریم. این ساعت لخشم قلعه یا قلعه تاریخی، اما خصوصیات از این قلعه چیست، در کدام سال ساخته شده، در این برنامه دنبال بکنید. دریای بامیان است که از قله های شای فولادی کوه بابا سرچشمه گرفته و این دریا با ای آب فراوان میره به طرف بلخمری ولایت بغلان در بند برق و همچنان از اینجا عبور میکنه به بندر خان‌آباد ولایت قندوز و یکی از دریاهایی است که آب فراوان داره و چندین ولایت افغانستان زمین هایشون را از طریق امین آبا آبیاری میکنه. این یکی از ولسوالی های ولایت بامیان به نام ولسوالی شبر است که ولسوالی مرز با ولایت بغلان و همچنان مرز با ولایت پروان و همچنان مرز با ولایت میدان وردک می باشه و این یگانه ولسوالی شاید در سطح افغانستان باشه که بدون بازار است و این در شرق مرکز بامیان موقعیت دارد. خب بیننده های عزیز، ما رسیدیم در لخشم قلعه یا قلعه تاریخی و در اینجا کاکا رو میبینیم. بیش از جان پرسان بکنیم که این قلعه تاریخی دارای چی خصوصیات است. کاکا سلام، میشه خودم معرفی بکنیم؟ من سید احمد هستم از لخشم قلعه.
سید احمد کاکا چند سال میشه که در این زندگی میکنه؟ من این عمر بود که اصلا بابای من هست کنیم بابای من نمیجه بود لشت پشت نمیجه زندگی میکنم. خود در حدود چند سال سن داری؟ 70 سال. این قلعه تاریخی است که است؟ تاریخی از جمعبای. جمعبای فلان خود زنده است؟ جمعبای 500 سال پیش. 500 سال پیش؟ تاریخی از پنجزدی داود چاپ شده دیگه اون که تاریخ نپیش بودیه ما پنجزدی داود چاپ. این قلعه تاریخی فلان این کسی هم میشینه؟ خودشون میشینن؟ یعنی این قلعه از خودن شما سر؟ همون یک قلعه نه دیگری. این را کی جور کرده قلعه تاریخی را؟ جمعبای جور کرده. جمعبای در شما چی میشه؟ بابای میشه. بابای شما یا بابا کلان شما؟ بابای ما دیگر، بابا هشت پشت پشته. هشت پشت؟ آه. یعنی در حدود چند سال میشه که قلعه ساخته شده؟ تاریخ داود نینیه که بعد 500 سال چاپ کرده دیگر. پنجزدی خود. در زمان داود خان عکس از این در پنجزدی؟ چاپ شده. این کدام پیسه هم پیشمست پنجزدی شه؟ هم رست هم باز مرکی میگوید کس نمیگیریم به عنوان یادگار پیش نگاه نکردین؟ باش هم نگاه لست که پیدا کن تا برو در خانه هست حتما چرا را لخشم قلا مگه؟ لخشم دیگه نمیتونی لخشم بلشم. لخشم یا لخشم؟ لخشم لخشم چی رقم هست؟ در زبان یزدگی لخشم که لشم میدیم باز چرا ای را در پنجزدی داود خان چاپ شده بوده؟ خود داود چاپ کرده یه بکسان چرا؟ خود از باز شاید چاپ کرده یه در تهر بلکس گیرد این قلا بلندی چی قدر هسته؟ بلندی جوانه پخصه ایش حساب کچنده چند پخصه؟ 18 پخصه، 17 پخصه، درد من هم مانه یکی چرگی که حساب میکنه هر پخصه شی باز چند میتره؟ یک متر باشه، یک کمتر باشه یعنی خب ارتفاع از این خلا در حدود 18 متر یا 17 متره؟ پنج منزیل دیگه یکی دو سه چهار پنج پنج منزیل پنج منزیل چند برج داره یه؟ یه اصل خود چهار برج داره یه خب در مجموعی که دیگه خانه جور شده شش برج شش برج در اینجا چند فامیل زندگی میکنه؟ در اینجا که 30 نفر 30 منزیل فامیل بود داره رفته بود من بندیم اونا کجا رفته؟ رفت کابل رفت مزار رفت و بلخومی رفت و سند چی رفت کانادا رفت و کابل رفت مزار رفت بعد رفت یه بار آمده خلا رفت لندو خونه جو شما چطور این داخل از قلا مندین؟ زور من اکشی من خورن جور نتنیستی بیرون من میشه در مورد خود از قلعه جزئیات بگید در حدود داخل از قلعه چند تا خانه ساخته شده؟ از این دیگه خانه جور نشد بعد از که مردم رفته و اونم سه خانه جور که یک من جور کنه یک نفر دیگه جور کنه سه نفر جور کنه یک جور نه 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 اما اول ساخته شد چند خانه در داخل خود قلعه بود؟ اول که چهار باشه ده چهار باشه خود چهار قلعه جور کنه خواه در داخل یک قلعه با چهار اولیه؟ نه اون یک اولی علایده و دروازه شینی علایده و سن علایده و سن علایده یعنی ایاتش یکی هست با چهار دروازه داره برای چهار بچه شه نه نه ایاتش علایده دروازه ش علایده خواه و در اینجا فعلا غیر از خونش که میشینید آیا ایوانات اینا رو اینجا نگه داری میکنین؟ نه نه داریم ما داریم در مورد خود قلعه میشه باز پرسان میکنیم غیر از قلعه خودش میشین آیا خارجی ها و توریست ها از دیگه ولایت ها از دیگه کشور ها میه؟ وقت بیما داری دیگه در کشور میه در ایتوان سال های به خاطر نامنی نمیه؟ نه نه خارجی و وقت بیما سیل میکنه بزار بوری میشد اکسگیری میکنه نمیه گفتم میشه در اینجا یک سه چهار شب نیروهای خارجی هم اینجا بوده راسته؟
بود اون دیگه نبود اون دو خانه تیسر بود یک شب بود خب یک شب بود؟ یک شب بود اونجا سلگت گردگوش ها بود گردگوش ها از قلار ها؟ قلار سلگت بود اون رو بود سرای خوابه ها سنگت بود سرای عدرا ها سنگت بود کمچنی داشت البت سلگت نبود بود کندن کارم جای کند یا نه؟ نه گونه اونجا یک قبرستانی بود آیا قماندانی بود و نمره موقع کند ندیگه ما کنایی دیگه ما کند برده جایش بود پایی نو دیگه؟ پایی نو آیا دانی را خوشید شهیدی بود و نمره بازم که همون شب که نا اینجا دی خلا بوده مگه شما رو پول داده بوده نه خواهی پول بود مالی پوچه که من میخواد جیخ میده برای ما بوده شعوری پرسم کنیم میشه خود از ما بار داخل قلعه کمیر معرفی بکنی خود قلعه را؟ معرفی یعنی به قلعه یعنی بیاگ را باریم داخلش باریم ارمار نشان بیته باریم دروازه معلومات به دیوای دروازه بوده خوب دبل است اما سابق است یک پسان جور شده یه اما سابقه این یه سابقه بسیار کلام کمی کلام بود بعد اگر نجار بیده خورد کرد یه خورد کرد باید ما نبتره یعنی خیلی اون رقبای جز بسیار افتر بکنش یعنی از وقتی که مقلا ساخته شده سابقه بوده یه سابق بوده خواه یک چوبه خواب کردی؟ یک چوبه؟ خیلی دباله ای؟ یه از دروازه یا اینی کدام مکمه؟ آه یعنی تیر روش آمده خورده روش تیر بود شده تیر مرمی؟ مرمی زده ها دوگانه که زده دوگانه بود شده که زده بوده ایره؟ جنگ دولت و کلیب بود خواه این زنجیر همه سابق بوده پسان درجک؟ یه از پسان چورده ها از اینکه اینجا سلاخ شد قضاکر زده اونجا قضاکر سلیستی اونجا آن باشه بیاد این چوبا اینا سابقه یا پسانی رو شون دید؟ یا سابقه دیاره یا رینی چوبا کلان بود ریزه خورد کرده میدید یا کرده بازم در دست ما که همین چوبا بود دیگه پیش قلا دارای چهار دروازه است به قسم صحبت هایی که سید احمد کاکا گفت که چهار بچه داشته و بر بچه خود چهار تا قلعه در اطراف ساخته و چهار تا دروازه داره حالا میریم یکی از قلعه های خرد دیگر با یک برج دیدبانی شو میریم یکی از برجای تاریخی لخشم قلا است که این قلا دارای شش برج است و یکی از برج است که ارتفاع از این برجا در حدود 20 متر و دارای 5 منزل یا 5 طبقه است فقط ما بالای یک طبقش فلان استاد هستیم که جور است دیگه 4 طبقه دیگه چه شده کاملا تخریب شده فقط بعضی علایم و آثار مانده مثل زینه‌ش هم بالا میره و همچنان بعضی تاقچه ها
دیگه اکثر از اینا تخریب شده بر اثر حوادث طبیعی مثل باران و برف اینا. ما امیدوار هستیم که سازمان یونسکو با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره محلی بامیان از چنین ساحات حفاظت بکنه، نگهداری بکنه تا اینا به عنوان ساحات حفاظت شده و ساحات تاریخی در آینده هم باقی بمانه. خانه نو گوشه، این خانه و خانه، این خانه نو ساخته پسان؟ از سابق که منده کدام هسته؟ سابق بانه مکنه از آوانه، چند بره هست و چپه شده بخیه؟ آخه چپ شده بوده دیگه، من چشمانه آخه، کی برده بده؟ همه هرکس صاحب شده بوده دیگه هرکس که نلیزنی یک خانه یک نفر بوده، چپ من پنده کرد بوده این خانه را شما در داخل از این قلعه خودون شما ساختین یا سابق بود؟ جایش از سابقه بود یا خواب من خود مجرد بسیار همون تا یک خانه قدیمی ساخته. چند سال پیش این خانه را خود ساخته بوده؟ این اول انقلاب بود. یعنی دوزن چند سال میشه؟ شاید 40 سال شده میشه. 40 سال بسیار خوب. در داخل اولی خیلی کلان ایتر چی شده شما معلومه مساحت چی چقدر چند متر مربع است یا چند در چند است؟ والا اول معلومات نگرفتم، اصلا یک نفر که آمد دیر سل کرد 30 در 30 همین خود این قلا یه او طرف او که هست نه او طرفی نه این طرفی نه او علایده این همین خود این 30 در 30. خب همزی 4 قلا هایی که با هم وصله کلانترین شمیه؟ همین کلانه، قلای کلانه میه. چرا این کلانه اونا خورده؟ خبر همین جور که بود بازار پسته بزرگ در هر بچه خود جدا جدا. نام این بچه هایش چی بوده؟ بچه هایش جمعبای بوده و دیگه اون از جمعبای خود چی بود دیگه معلوم نبود. بچه هایش نیه قلم نام داشت، یکش پین قلم نام داشت، یکش بای نام داشت، یکش تیمور نام داشت. هر 4 بچه شه. باز نسل خودون شما در قدم از این هسته؟ نسل خودم، نسل خودم تلما تیموری. تیموری هستن؟ چند سال سن داره؟ صنف چند مکتب هسته؟ برام خدا اسمم بسم الله عبد سالت سن دارم و صنف 10 مکتب است. بسیار خوب. خودت در مدت عبد سال دمی قلا بوده یا یک مدت زمان را به کشورهای خارجی مثل پاکستان، ایران یا دیگه ولایت هم رفته؟ نه اما از طفولیت همینجا بزرگ شدیم تا می سنده که فعلا است. یعنی
تقریبا چندین پشت به گفته پدر شما که 8 پشت میشه این قلا ساخته شده و این قلای تاریخی در روی 500 داوتخان بوده. یعنی دمیج مصفت شده. آیا شما میخواید این قلای تاریخی را حفاظت نگهداری بکنید دمیج باشین یا ای که تحسین دارین کج بکنید؟ اگر شرایط فرق میکنه، اگر آینده ها آرامی سول سرتاسری به نارامی نشن، میخوایم کمی قلا رو محافظت کنیم. به خاطر اینکه بسیار قلای تاریخی هست که فکر میکنم اگر حدس بزنم از 500 سال یا 400 سال پیش هم بوده و میخوایم همین حفاظت کنیم. فعلا داخل از قلا غیر از که شما میشینین دیگه چی هست؟ دیگه چیزی نیست، یک حیوانات ما اهلی است و دیگه خود ما سیم دیگه هیچ چیزی دیگه نیست. این برج ها یک ساخته شده، چند از برج ها مربوط شما میشه؟ فعلا کسی نیست، کلی چیزی که در اختیار ماست فعلا دیگه آینده هایش کسی گفتن همیتون همه. باز میشه که یکی از این برج ها رو نشان میده؟ برج ها نشان دانش خب گپی نیست، اما منزلاش ریخته پایین دیگه با بالا شدنش دیگه قیامت است. خودتون بال شدن میتنین؟ بال شدن یه خود ما طالد هم سرش نرفتیم. همی 17 سال شده که کلان شده نرفته؟ نه بخواب منزلاش ریخته پایین. چقدر ارتفاع ازی چی میه؟ مددن خلا؟ مددن ارتفاعش دیگه هم تو تخمینی اگه بگم دیگه یک 20 متر یا 17 متر 18 متر شاید بیای. هر پخصه که ساخته شده پخصه بر از اینا دردن چند بشه؟ هر پخصه از پایین خو از یک متر هم شاید برداریش زیاد باشه، اما هر چقدر که ارتفاعش بلند شده رفته برداریش کم شده. خب از این قلای تاریخی بعضی از توریست های داخلی و خارجی هم دیدن میکنه و جمله در آخر بیشتر توریست های داخلی می از این لخشم قلا دیدن میکنه. قسمی که شما میبینین دو تا جوان ها آمده، ببینیم که نو از کجا آمده و برای چی آمده. سلام. سلام خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه خودم معرفی بکنین نام شما چیه و از کجا آمدین برای چی؟ به نام خدا شکلا حیدری هستم از ولایت غزنی، اینجا محصل هستم. در مورد رخشم قرار شدیده بودیم و میخواستیم دیدن کنیم و امروز آمدیم. واقعا جای زیبای دیدنی بوده و این قلعه از 5 طبقه تشکیل شده که بسیار زیبا و همچنان بله جاهای دیدنی زیادی داشتیم. در مورد از این قلعه شما معلومات پیدا کردین؟ از چه طریق مطالعه کرده بودین؟ یا هم سینفی و دوستای شما گفته بود؟ ما هم در مورد از این قلعه مطالعه کردیم بودیم، ما همچنان اینجا محصل هستیم و از خود مردم همینجا شنیده بودم در موردش و خیلی علاقه داشتیم ببینیم و خاطر آمدیم بزیدش. در چه وضعیت قرار داره لخشم قلعه؟ البته اگر دولت توجه کنه خیلی خوب میشه، به خاطر که بعضی از خندقاش تخریب شده و نیاز به بازسازی داره و نیازه که دولت توجه بیشتر کنه. به نظر شما چی رو بازسازی بکنه دولت؟ خب یک آثار باستانی و آثار باستانی هر کشور نشان دهنده هویت هم و کشور و به خاطر اگر دولت توجه کنه خیلی خوب میشه. چه نقطه جذاب در اینجا پیدا کردی خودت؟ نقطه جذاب همین بودن که مردمشان خیلی مهربانن و خیلی مهمان نوازن و همچنان خود قلعه خیلی زیبایه و خواهش نمی‌کنم از بقیه مردم که بیان از اینجا دیدن نمایند. شکر. این لخشم قلعه دارای 4 بخش است یا 4 قلعه کوچک وجود داره و در اینجا که شما می‌بینید متاسفانه دولت توجهی نکرده، یک برج و جمله یک قسمت از دیوار تخریب شده که ما فعلا ایستاده هستیم و باید نیات هایی که مرتبط است
از این ساحات باید حفاظت بکنه، نگهداری بکنه، به خاطر که بر اثر بارندگی و آبیاری اینا که آمده یک قسمت از این قلعه افتیده، اما بهانه باید دوباره اینا مرمت کاری شوه و جز میراث های فرهنگی کشور ثبت شوه و تا اینکه در آینده بتونه توریستا و از ولایت های مختلف، از کشورهای مختلف از این نقطه دیدن بکنه. تشکر. برنامه ما را تعقیب بکنیم، میریم بعض قسمت های دیگری از این قلعه تاریخی را میبینیم. یکی دیگر از دروازه های قلعه است که از اینجا در منزل دوم را داره، اما متاسفانه میبینید که داخل از قلعه ها آمده و بعضی ساحه را تخریب کرده. حتی اینجا یک دروازه بوده، این دروازه را صاحبش یا کسی دیگه برده. اینجا حتی چوبایی که زینه ساخته شده بوده اینا را کندن کاری کرده، اما بهان هم دیدنی است. در داخل از تنور دیده میشه و همچنان اینجا اتاق نشیمن است. کناری از این قلعه تاریخی یک دریا وجود دارد که دارای آب فراوان و شفاف می باشه که زمین های زراعتی و درخت های میوه توسط از این آب آبیاری میشه و خیلی برای زراعت و برای درخت های ها مفید است، به دلیل که آبیاری میشه و همچنان هوای منطقه گرم است، به خاطر از اینکه هوام گرم است آب وجود داره و چندین میوه مثل سیب، زردالو، امرود رشد میکنه و در کنار از محصولات دیگه زراعتی مثل گندم، کچالو، جو در اینجا داخل کشت میکنه و همچنان محصولات خوبه به دست میاره. بینندگان عزیز، ای بود دومین برنامه زیبایی بامیان که در مورد قلعه تاریخی یا لخشم قلعه به نشر رسید. شما اگر میخواید که برنامه ما را دنبال بکنید و از زیبایی های بامیان و صادرات تاریخی بامیان با خبر شید، پس چینل یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک نمایید. تا برنامه دیگر که بازم ما اسحاق اکرمی و همکارم علی سامی در خدمت شما قرار میگیریم. خدا یار نگهدارتون.